خب تو این بخش ما میخوایم ببینیم که چطوری میتونیم لوله های نوری رو توی نرم افزاری مثل انرژی پلاس شبیه سازی بکنیم. لوله های نوری یا در واقع اسکای لایت ها یا اسم دیگهش هم میشه گفت لایت تیوب ها هستن، که حالا کلید واژه های انگلیسیش هم لایت پایپ، تیوبولار اسکای لایت و لایت تیوب هستش. اینها یه سری ابزارهای نور روز هستند که همطور که از تصویر مشخصه به ما کمک میکنن که نور روز رو از خارج ساختمون به داخل بیاریم، که خب معمولا این کار سختی هستش. این یکی از ابزارهایی هستش که ما به ما کمک میکنه این کار انجام بدیم. معمولا این ویژگی دیگه دارن روی بام نصب میشن و از سه تا مؤلفه اصلی تشکیل شدن. سه تا مؤلفه رو ما اینجا میبینیم، یکی دام هستش، یک در واقع گردآورنده نور روز هستش که خارج از فضا نصب میشه، از لوله تشکیل شده و از یه دیفیوزر که در واقع داخل فضا نصب میشه و اونجا روشن میکنه. توی انرژی پلاس هم ما برای هر کدوم از اینها در واقع یه آبجکت داریم، هر کدوم از این مؤلفه ها بهشون یه آبجکت اختصاص داده میشه. بخش دیفیوزر از خود پایپ رو، یعنی ما سیستم لایت تیوب رو به صورت فیزیکی و به صورت حالا شماتیک داخل هندسه ساختمونمون نمیبینیم، در واقع پایپ رو ما اصلا نمیبینیم و تعریف نمیشه، صرفا یه چیز مجازی هستش که توی انرژی پلاس تعریف میشه. ما فقط تنها چیزایی که تعریف میکنیم توی هندسه ساختمون یکی دام هستش و یکی دیفیوزر هستش، که این دوتا هم همطور که مشخصه باید صفحات شفافی باشن دیگه. بخاطر همین از همون بخش فنستریشن سرفیس دیتیل استفاده میکنیم. تنها تفاوتش اینه که سرفیس تایپ های مخصوص به دام و دیفیوزر رو بهشون اختصاص میدیم. پوزیشن این دوتا آبجکت هم خیلی برامون مهمه. پوزیشن گنبد از این لحاظ برامون مهمه که بر روی میزان نور روزی که جمع‌آوری میکنه تأثیر میذاره، که خب پیشنهاد میشه که توی شیبی که به سمت جنوب هستش معمولا نصب بشه. پوزیشن دیفیوزر هم از این لحاظ برامون مهمه که بر میزان نور روزی که در واقع ساطع میکنه به کنترلرها و سنسورهای ما اثرگذار هستش. خب همونطوری هم که گفتیم این دوتا آبجکت خیلی شبیه پنجره ها تعریف میشن، این تعریفش رو خیلی شبیه پنجره هاست تو انرژی پلاس، ولی یه سری تفاوت هایی دارن، تفاوت هاشون هم در واقع محدودیته برای ما. یکی این که ما مجاز نیستیم برای اینها سایبان در نظر بگیریم مثل پنجره، و اینکه ما اینجا چیزی به اسم فریم نداریم، چیزی به اسم دیوایدر نداریم که بخوایم واسه پنجره میخواستیم اختصاص بدیم. اینجا دیگه همچین چیزی رو تعریف نمی کنیم. ما علاوه بر اینکه نمیتونیم سایبان خارجی تعریف بکنیم، هیچ اشیای بیرونی هم نمیتونیم تعریف بکنیم که روی اینا صرفا سایه بندازن. و یه نکته خیلی مهم که در واقع اینجا داریم این هستش که هر کدوم از اینها تنها و تنها یک لایه باید باشن. یعنی چی؟ خب اینکه دامه گنبده سطح خارجیه، خب طبیعیه که بالاخره یک لایه هست. ولی یادمون هستش که توی انرژی پلاس داخل پنجره های داخلی رو که ما تعریف میکردیم، در واقع دو تا پنجره تعریف میکردیم، یکی برای سطح مجاور همدیگه که مثلا حالا پنجره ها رو مجاور همدیگه قرار میدادیم که اینها در واقع یکی هستن. ولی توی در واقع تعریف لایت تیوب ما تنها و تنها یه دیفیوزر، یه صفحه واسه دیفیوزر تعریف میکنیم، که حالا جزئیاتش رو داخل نرم افزار در واقع اوپن استودیو با هم باش آشنا میشیم. حالا نکته ای هم که قبل از اینکه بریم توی اوپن استودیو باید بهش توجه بکنیم اینی که توصیه میشه حالا سطحی که برای دام، در واقع پنجره که واسه دام تعریف میشه و دیفیوزر تعریف میشه، سطحشون برابر با سطح مقطع پایپ باشه. و حالا چون معمولا ما مربع اینا رو در نظر میگیریم، دایره رو به جای دایره توی اوپن استودیو مربع تعریف میکنیم،
تقریبا میشه گفتش که یه جوری تعریف بکنیم که مساحت اینها، این مربع ها البته مثلث هم میشه، ولی خب مربع چون از لحاظ هندسی نزدیکتر به دایره هستش، ما مربع تعریف میکنیم برای این دوتا و میجوری محاسبه میکنیم که تقریبا مساحت ها یکی باشه با سطح مقطع پایپ. اینم از لحاظ شبیه سازی محدودیتی نداره البته توی انرژی پلاس که حالا متفاوت ما در نظر بگیریم، صرفا از لحاظ تجاری هستش چون ما تو مارکت میریم میبینیم همه سیستم هایی که به صورت لایت تیوب هستن از این موضوع تبعیت میکنن، بخاطر همین ما سعی میکنیم که تو شبیه سازی هم نزدیک به اون در واقع محصولات تجاریش باشه. این نکته دیگه هم که هستش اینه که گنبدی که ما داریم در واقع میتونه موقعیت مختلفی داشته باشه، شیب متفاوتی داشته باشه و اینکه ارتفاع متفاوتی رو نسبت به بام داشته باشه که این رو هم توی مختصات خود لایت تیوب که توی انرژی پلاس تعریف میکنیم در واقع مشخص میکنیم. این رو هم ما در واقع توی چیزی نیست که به صورت هندسی بخوایم نمایش بدیم که چقدر ارتفاع داره از سطح بام. خب حالا ببینیم توی نرم افزار اسکچاپ که ببینیم از لحاظ فیزیکی ما چه آبجکت هایی نیاز داریم واسه ساختمونمون که حالا بخوایم لایت تیوب تعریف بکنیم. همونطور که میبینید اینجا ما دو تا لایت تیوب داریم. این مثال یکی از مثال های اگزمپل های خود انرژی پلاس هستش که توی نرم افزارش موجود هست. دو تا لایت تیوب تعریف شده اینجا. دو تا دام هستش. این در واقع این دو تا صفحه که روی بام هستن در واقع گنبدهای ما هستن که همونجوری که میبینید خب اینجا یه شیروانی در نظر گرفته شده. خب معمولا هم همچین سیستم هایی بخش لولهشون داخل شیروانی قرار گرفته میشه به این دلیل که خب حالا اگر بخش تأسیساتی دارن باید عایق کاری بشن یا اینکه مثلا حالا اگه عایق کاری نشن صرفا تو این داخل از لحاظ فیزیکی هم داخل این بخش یا سقف کاذب قرار میگیرن یا داخل شیروانی قرار میگیرن. حتما اگر ما در واقع چیزی نداشته باشیم یعنی فاصله نباشه در واقع این طول لوله صفر در نظر گرفته میشه، یعنی در نظر یه جوری در نظر گرفته میشه اون نوری که قراره بره خارج از بره داخل فضای اون زونه میره خارج از فضا، یعنی توی محیط بیرون ساته میشه. خب یه نگاه جزئی تر میندازیم به این هندسه، این که غیر از دوتا دام که حالا گنبدهای ما هستن برای دوتا لوله نوری ما دوتا دیفیوزر هم داخل در واقع اون زونی که قرار تابش رو داشته باشیم قرار میدیم. دقت بکنید همونجوری که اینجا میبینید فقط دو تا سطح داریم، ما این دو تا سطح رو داخل توی کف این بخش بالایی توی زون بالایی نمیبینیم و صرفا بعد دو تا سطح داشته باشیم. اون هم دو تا سطح هم برای اون زونی هستش که قراره نور رو دیفیوز کنه داخل اون. غیر از این دوتا ما آبجکت های دیگه که داریم در واقع دوتا سنسور هستش و یه دونه ایلومیننس مپ هستش که تعریف میکنیم اینجا. توی ادامه کار میریم داخل نرم افزار انرژی پلاس که ببینیم که چطوری میتونیم این رو به عنوان لوله نوری برای این ساختمون در نظر بگیریم. یه خروجی انرژی پلاس من IDF میگیرم از این. و میریم داخل نفس انرژی پلاس. خب اولین چیزی که اینجا برامون مهم هست در واقع متریال های هر کدوم از این سه تا آبجکتی که ما داریم هستش. خب مشخصه که آبجکت های گنبد و دیفیوزر ما باید توی بخش گلاس تعریف بشن متریالشون و متریال لوله هم خب توی بخش متریال ما در واقع تعریف میشن.
که توی ساخت لوله در واقع میزان جذب و رفلکتیویتی اون متریالی که داخل سطح داخلی لوله وجود داره خیلی برام مهم هستش، از این لحاظ که خب اون سطح داخلی لوله که به صورت آینه‌ای هستش برای بخش ضریب انتقال کلی لوله نوری برام اهمیت پیدا میکنه. خب حالا من یه متریال جدیدی رو میسازم برای صرفا لوله نوری و حالا ویژگی های یه متریالی که به صورت آینه برای ما در واقع عمل بکنه رو میذارم. جذبش رو باید بیارم پایین. این بخش متریال رو من تعریف کردم، متریال لوله. حالا میریم سراغ اون دوتا سطح شیشه‌ای که داریم برای دام و دیفیوزر. اینجا حالا یه آبجکتی که خودش برای متریال گلاس داشته من رو پاک میکنم و دو تا حالا یه آبجکت میسازم برای در واقع سطح گنبر. و یه سیکنس 3 میلیمتری بهش میدم. برای دام هم من برای بخش دیفیوزر خب این دوتا آبجکت های در واقع متریال گنبد و دیفیوزرمون رو هم تعریف کردیم. حالا میریم سراغ ایجاد کانسترکشن برای اینها. این ویندو رو من پاک میکنم و یه دونه برای پایپ میزنم که کانسترکشنش این بود، یه دونه برای کلیر پلاستیک و
یه دونه هم برای دیفیوزر. دیفیوزینگ پلاستیک. سه تا کانسترکشنی که ایجاد کردیم رو اینجا داریم. حالا وقتش که بریم اینها رو کانسترکشن ها رو اختصاص بدیم به اون فنستریشن ها. اینجا همونطور که میبینید خب اینجا قرمز شده، اینا نارنجی شدن. این دام رو باید کانسترکشنش رو تغییر بدیم به دام و دیفیوزر هم همینطور. این نکته مهمی که اینجا باید یه تغییر دیگه ای انجام بدیم این هستش که همطور که میبینید اینجا ویندو هستن، نوع باز شوشون هر چارتاشون ویندو هستن که اینو باید تغییر بکنم. این نوار کشوری که باز میکنیم اینجا تیبولار دیلایت دام داریم، این دوتا رو به عنوان دام اختصاص میدیم، این دوتا رو هم دیفیوزر هم داریم، دیفیوزرشون رو هم اختصاص میدیم. این باعث میشه که این چهار تا آبجکت وقتی این تنظیمات رو میکنیم، وقتی میریم سراغ تنظیمات خود لایت تیوب میبینیم که این چهار تا آبجکت توی خود لایت تیوب اضافه میشن. در واقع ما میتونیم اینها رو ازشون استفاده بکنیم. میریم سراغ آبجکت بعدی که در واقع دیلایت کنترل ما هستش. دیلایت کنترل در واقع چی کار میکنه؟ این سنسورهای ما دو تا کار اصلی انجام میدن در واقع. یکی این که سطح روشنایی نور روز رو نسبت به اون سنسور و جایگاهی که داره محاسبه میکنه، مشخص میکنه و میبینه که چقدر ما نیاز داریم که میزان نور الکتریکی رو به نسبت اون کاهش بدیم. در واقع یه کار دیمینگ هم انجام میده که کاهش میده نسبت به اون میزانی که دریافت انرژی خورشیدی رو در روشنایی نوروز رو داره. توی آبجکت اولین فیلدی که داریم خب اسم دیلایت همونه، دیلایت کنترل همونه که اسمش رو تعیین میکنیم. اینجا زونمون رو قرار میدیم، اسم زونمون رو قرار میدیم، زونی که قراره که روشنایی روز رو ما داشته باشیم. اینجا یه فیلد داریم به اسم دیلایتینگ متد. این متد در واقع دو تا متد داره برای محاسبه نور روز که حالا یه تفاوت های با هم دارن. این بالایی بیشتر مثلا برای خیلگی و اینها و یه محاسبات سرانگشتی در مورد لایتینگ بیشتر به ما میده، این رو ما انتخاب میکنیم. و اینجا توی بخش بعدی یه در واقع اسکیجول داریم. اسکیجول اگر خالی باشه خب کلن این دیلایتینگ کنترل رو در نظر نمیگیره و به صورت دیفالت آفه. این بخش رو always on میزنیم و lighting control type رو هم همون بحث دیمینگشه که میگه به صورت دائم میخوام دیمینگ بشه. و حالا یه ویژگی مهمی که اینجا داریم میبینیم این daylighting reference point که در واقع میاد به ما میگه که اول که اون مشخص مختصات سنسور ما کجا قرار داره و اینکه چه بخشی از اون فضا توسط این سنسورمون کنترل میشه و علاوه اینکه ما چه set point رو برای رفرنسمون در نظر داریم. حالا به عنوان مثال من 500 لوکس رو برای حالا فضای معمولی در نظر میگیرم. حالا بسته به کاربری شما میتونید از منابع مختلف استفاده کنید که چه عددی اینجا بذارید.
معمولا برای کاربری اداری حالا همین 500 لوس اوکیه. و از اونجایی که ما در واقع میخوایم از تمام ظرفیتش این سنسور استفاده بکنه، یک رو در نظر میگیریم. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع بخوایم توضیح بدیم، البته این واسه یه پنجره بیشتر اون درصد کاربرد داره. وقتی ما اینجا یه پنجره داریم، وقتی این سنسورمون وسط باشه، نشون میده که به ما باید از این نقطه تا پنجره که روی این دیوار روی این جدار هستش بیاد در واقع سنس کنه نور روز رو. به خاطر همین تقریبا میشه گفت 50% فضا رو به خودش اختصاص میده. اگه این سنسور ته فضا باشه و پنجره این جدار باشه، میشه 100% فضا رو داره سنس میکنه. ولی خب اینجا چون که در واقع این نورگیرمون سقفی هستش، ما همون 100% رو در نظر میگیریم برای ظرفیت سنسور. و همطور که میبینید اینجا چون دو تا سنسور داریم، دو تا هم تعریف داریم، چون اینجا به حسب تعریفی که ما کردیم و جایگاهی که این سنسورها توی زون دارن، در واقع هر کدوم یه سری تنظیماتی دارن که اینم من 1 و 500 میزنم. البته من فکر میکنم برای هر زون، آره دیگه، نهایتش شما میتونید دو تا سنسور توی انرژی فلاس تعریف کنید واسه هر زون، که الان ما اینجا هم دو تا زون، دو تا آبجکت داریم دیگه. بیشتر از دو تا بود، بیشتر از دو تا در واقع محاسبه نمیکنه. خب این از این اوکی شد. میریم سراغ تعریف لوله نوری. یه آبجکت جدید باز میکنیم که چون اینجا ما دو تا پایپ داریم، پایپ یک و در واقع میشه گفت پایپ دو. اینجا اسم گنبدمون رو داریم، اینجا اسم دیفیوزر، و این کانستراکشنی که اینجا هست مربوط میشه به اون خود پایپمون. اینجا قطر رو داریم، باید قطر لولمون چون دایره است، باید محاسبه بکنیم که در واقع مساحتش با این مربع یکی در بیاد دیگه. تقریبا من این مربع رو اندازه میگیرم، CO2 در واقع CO2 به توان 2 که برسه و تقسیم بر 3.14 میکنیم، یه جذر هم ازش میگیریم. بعد این الان شعاعشه و ضرب در 2 میکنیم این رو که میشه 36. در واقع 36 صدم میشه تقریبا این قطر لوله ما. اینجا در واقع توتال یه دونه طول کامل لوله نوری داریم، دو تا در واقع میشه گفتش که میزان دو نوع در واقع داریم. یکی اینکه اینجا به ما میگه که طول کلی لوله نوری ما چقدره. اگر ما مثلا توی در واقع اینجا لوله نوریمون از سقف بالا نزده باشه، یعنی اصلا میزان بیرون آمدگی از بام نداشته باشیم و هم سطح بام باشه، صرفا فقط اینجا عدد پر میکنیم. و
ولی اگر متفاوت باشه، یعنی ما بخوایم اختلاف سطح داشته باشیم، مثلا میخوایم اینجا فرض کنید 30 سانت اختلاف سطح داشته باشیم، اینجا اون عددی که از اینجا تا اینجا حساب میکنیم تقریبا 1 و 10، خود لنگثمون 1 و 10 و میخوایم 30 سانت هم طول، در واقع ببخشید من اینجا، در واقع طول لوله نوریمون باشه، 30 سانت اضافهش میکنیم میشه چند؟ میشه 1 و 4، که این نشون میده که خب خودش کم میکنه دیگه، نشون میده که ما 30 سانت ما بیرون زدگی داریم. اینجا هم مشخص میکنیم که این لوله نوریمون مربوط به چه زونی هست، توی چه زونی قرار داره، چون از لحاظ حرارتی این محاسبات داره. دوتاشون توی زون در واقع شیروانی قرار دارن. اینم هم به همون صورت قبل من کانسترکشنش رو و قطرش رو علاوه این یکی هم خواهیم در نظر بگیریم، طولش رو در نظر بگیریم میشه 1 و 90، خود هم 30 سانت هم مثلا بیرون زدگی داشته باشه، 2 و 20 به این صورت. البته من یه نکته ای رو فکر کنم اینجا فراموش کردم در مورد سنسورها. در مورد سنسور اینجا یه نکته که باید دقت بکنیم، درسته که دو تا سنسور توی فضا هستن و گفتیم که توی هر فضا بیشتر از 2 تا سنسور نمیتونیم داشته باشیم، به علاوه این که این دوتا چون که توی فضا قرار دارن باید اون نسبتی که هر کدومشون نور روز رو میبینن مجموعشون باید 1 بشه. من اینجا رو فراموش کردم بگم، و به علاوه اینکه حالا مجموع این دوتا هم باید 500 لوکس بشه در واقع. حالا من اینجور شما میتونید این را محاسبه بکنید که داشته باشید اون الزاماتتون رو. میریم ببینیم که چیز دیگه فکر نمی کنم جا گذاشته باشیم. بله، حالا شما میتونید، من اینو سیف میکنم و یه ران هم میگیریم ازش. میزان خروجی ها رو یه نگاهی میکنیم بهش. اینجا ما در واقع اون لایتیه که داریم، همونطور که میبینید این میزان کاهش پیدا کرده، زیاد شاید از لحاظ بصری مشخص نباشه، ولی میزان اونجوری دقت کنید میزان لایتینگ ما کاهش پیدا کرده. بخش که مربوط میشه به در واقع سنسور نور روزمون هم یه نگاهی بکنیم. همطور که اینجا میبینید میزان نور روزی که دریافت کرده بر حسب لوکسه و حالا این ساعت اولیه روزه، نصف شبه و تقریبا از صبح دیگه شروع شده به 255 270 هم 270 لوکس هم رسیده.